بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. 250,000 شاخ گل به حرم منوره رضوی اهدا شد. دیدار هیئت نمایندگی دفتر مرجعیت شیعه با دکتر احمد راسم نفیس از رهبران شیعیان مصر. و درخواست سازمان عفو بین‌الملل برای تحقیق درباره قتل غیر نظامیان شیعه در افغانستان. سلام بر سید و سالار شهیدان و درود بر شما همراهان گرامی. به این بخش خبری خوش آمدید. همزمان با ایام دهه بزرگداشت ولادت امام رضا علیه السلام و توسط خیران سراسر کشور ایران، 250,000 شاخ گل به حرم منوره رضوی اهدا شد. به گزارش شیعه ویوز، اخبار شیعان جهان، همه ساله در دهه رضویه محموله گلهای اهدایی ناظران و واقفان به حرم مطهر رضوی میرسد. خادمان حرم منوره رضوی صحن‌های این بارگاه ملکوتی را با این گل‌ها آراسته می‌کنند. امسال نیز در آستانه میلاد باصلوات امام رضا علیه السلام 250,000 شاخ گل توسط خیران به حرم مطهر رضوی اهدا شده است. این مهم یک رسم دیرینه و سنت همه ساله است که در ایام دهه رضویه و در آستانه میلاد باصلوات امام رضا علیه السلام صورت می‌گیرد. هیئت نمایندگی دفتر مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظما حادثه صادق حسین شیرازی دامز لوح در شهر مقدس نجف با دکتر احمد راسم نفیس از عالمان دینی و رهبران شیعیان کشور مصر دیدار و گفتگو کرد. به گزارش شیعه ویوز، اخبار شیعان جهان، این هیئت حضور در محل اقامت وی در شهر مقدس نجف با ایشان در رابطه با مشکلات شیعیان و راه حل این مشکلات و همچنین نشر معارف مکتب اهل بیت علیهم السلام گفتگو کرد. گفتنی است احمد راسم نفیس از مدافعان مکتب تشیع و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در کشور مصر و نویسنده بیش از 30 عنوان کتاب با موضوعات اسلامی است. وی در گذشته پیرو مذهب اهل تسنن بوده و چند سال پیش به مذهب حقه تشیع گروید. اختلاف، درگیری و نبرد میان سنی‌های تندروی طالبان با نیروهای دولت مرکزی افغانستان باعث شده که در این میان هزاران فرد غیر نظامی بیگناه جان خود را از دست بدهند. در همین راستا سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های افغانستان خواسته درباره کشتار عمدی غیر نظامیان تحقیق کرده و عاملان آن را به دست قانون بسپارند. همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد. در هفته‌های گذشته قتل‌های هدفمند و آسیب زدن به غیر نظامیان در شهرها و مناطق مختلف افغانستان افزایش چشمگیری یافته و هیچ فرد یا گروهی نیز مسئولیت آن را به عهده نمی گیرد. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که رشته حملات بیرحمانه به غیر نظامیان که در هفته گذشته جان دست کم 24 غیر نظامی را گرفته مصداق جنایت جنگی است. در همین راستا سمیر حمیدی گزارشگر بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین‌الملل می گوید مورد هدف گرفتن غیر نظامیان تقریباً با مسئولیت کامل و بی وقف ادامه دارد، در حالی که مذاکرات صلح به بن‌بست رسیده و آمادگی برای خروج کامل نیروهای بین المللی به سرعت پیش می رود. غیر نظامیان افغانی و به طور واضح هزاره ها در این منازعه بیرحمانه بیشترین بها را می پردازند. این بیانیه پس از قتل 5 کارمند واکسیناسیون در جلال آباد که به ضرب گلوله افراد ناشناس به قتل رسیدن صادر شد. در این حمله که تاکنون هیچ گروهی مسئولیت آن را به عهده نگرفته 4 نفر نیز مجروح شدند. افراد مسلح به مرکز واکسیناسیون علیه فلج اطفال در شهر جلال آباد
در شرق افغانستان تیراندازی کردند. پیشتر نیز افراد مسلح در ولایت شمالی بغلان به کارمندان مؤسسه مینروبی هالوتراست حمله کردند و دست کم 10 نفر را به ضرب گلوله شهید کردند. وزارت داخلی تایید کرده که در این حمله دست کم 16 نفر هم مجروح شدند. تمامی جانباختگان و مجروحان این حوادث شیعه و از قومیت هزاره بودند. طارق آریان، سخنگوی وزارت کشور افغانستان میگوید سنی های تندروی طالبان با هجوم به اقامتگاه این مؤسسه به سوی حاضران تیراندازی کردند، اما آنها دست داشتن در این حمله را تکذیب می کنند. گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیر نظامیان در سال گذشته میلادی نشان می دهد که پس از آغاز گفتگوهای صلح میان دولت و طالبان تلفات غیر نظامیان بیشتر شده که به گفته این سازمان وحشتناک و نگران کننده است. این گزارش نشان می دهد که از سال 2020 میلادی تا کنون 3035 غیر نظامی افغانستانی جان خود را از دست داده و 5785 نفر مجروح شدند. هیئت فرهنگی صادقیه وابسته به دفتر مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظمى حادث صادق حسینی شیرازی مدظله در شهر بصره در جنوب عراق به مناسبت ایام میلاد کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام مراسم جشنی برگزار کرد. به گزارش شیعه ویوز اخبار شیعان جهان، این مراسم با شعرخوانی و مدیح سرایی و همچنین سخنرانی حجت الاسلام شیخ نزار الحسن همراه بود. گفتنی است جمعی از شیعیان و پیروان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام در این محفل حضور یافتند و برای تعجیل در فرج امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف دعا کردند. بخش ظریف سازی آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام از پایان کار ساخت سازه چوبی ظریف حرم حضرت زینب سلام الله علیها خبر داد. به گزارش شیعه ویز اخبار شیعان جهان، ناظم الغرابی رئیس این بخش طی اظهاراتی گفت مراحل ساخت ظریف با توجه به هر قسمت و قطعه از آن مراحل مختلفی را طی می کند. مراحل مهم سازه چوبی عبارت از رزم و شبک، ستونهای جانبی و گوشه‌ای، نوارهای کتیبه قرآنی و شعری، تاج بالای ظریح، حاشیه تزئینی و پایه‌های آن است. القرابی افزود، تکنسیان‌های بخش نجاری همه تلاش خود را برای تکمیل این پروژه به کار گرفتند. این کار با توجه به طراحی‌ها و با استفاده از مواد با کیفیت و کارایی بالا انجام شد. همچنین بهترین نوع چوب برای این کار انتخاب شده و با روش نصب حرفه‌ای متناسب با وزن‌ها ثابت می‌شود. وی در ادامه گفت این سازه چوبی ویژگی‌های متمایزی دارد. 4 ستون اصلی و 10 ستون میانه‌ای و 4 پل چوبی در پایین دارد که ستون‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند و با فلز خاص یعنی فولاد ضد زنگ به ضخامت 5 میلی‌متر پوشیده شده است تا دوام و عمر طولانی‌تر داشته باشد. مقدار طلای استفاده شده در این ظریح 2 کیلوگرم است. حضرت آیت الله العظمى شیخ اسحاق فیاض به استفتایی درباره خرید مدرک تحصیلی و شاغل شدن بر اساس آن پاسخ دادند. به گزارش شیعه ویوز اخبار شیعان جهان، حضرت آیت الله العظمى فیاض در پاسخ به این استفتا اعلام کردند خریداری مدرک و کار پیدا کردن بر اساس آن جایز نیست. گفتنی است متاسفانه در بسیاری از کشورهای جهان سوم خرید مدرک تحصیلی به امری عادی تبدیل شده و بسیاری از افرادی که مدرک تحصیلی خریداری می کنند با همان مدرک شغل پیدا می کنند و کسب رزق می کنند. ممنون که با ما همراه بودید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا علی، خدا نگهدار.